اول یه سری شروعی کار کسی یه سری از قسمت تولبار میکنیم که اول می کمانده که زیاد مروج است یا کمانده که زیاد موضوع استفاده میکنیم اون رو کار میکنیم. وقتی که کمانده خلا شد باز داخل پروژه عملی میریم که باز باز همونطور پیش بریم. باست کمانده نیو اوپن سیف پرینت کات کپی پیس اندو ریدو خود یه سری از آلویز از آل سافیر کسی یه سری یک رقم است، یعنی تمام سافیرهایی که ما داریم همی کات و کپی و پیس یاست کدام چیز نو نیست و یه کل ما میفهمیم. کماند دیگه که ما داریم یه سری به نام فاین اند سلکت است. فاین اند سلکت فرض میکنیم یه سری که اینجا یک چهار دیوالی یک چیزی داریم یه سری کالم هم هست یه سری گادر هم هست. این هم تک شکل نمونه ای که ما ببینیم که چه کار میشه. در این قسمت اینجا سب شما اینجا مثلا فرض کن که قسمت مثلا با برطان شامل میدیم این در تو دیر سیم در تیر دیر نمیدیم مال پیلا میدیم. فرض مثال یک پروژه که شما کار کردیم، این پروژه است که شما کار کردیم، یک نفر با شما مثلا عباد پایر شما در نظر گرفتیم چل در چل چل در چل عباد پایر شما در نظر گرفتیم. گادره که دیزاین میکنی اینجا سب ارتفاعش 50 در 35 آمد و نظر به محاسبه کالما که میگه باید عباد پایه را که 40 در 40 مهندس برات داده ضرورت نیست 35 در 35 تو کار دادی و پروژه را تو کار کرده برات مهندس و فایل هم برات میده که اینجا سه بینی ایره کار کرده. حالا مثلا دیک پروژه است، مثلا دیک پروژه مثلا 60 دانه پایه داری یا 40 دانه پایه داری، تعداد زیاد است. مثلا تو در عین زمان میخوایی که تمام پایه ها را عبادش از 40 در 40 به 35 در 35 تبدیل کنی. اگر هر کدام از این را بالاش کلک کنی علایده علایده تغییر بده خود بسیار وقت میگیره. پس به او خاطر کمانده که در این صافیه هست جسه به نام فاین اند سلکت است که بالای فاین اند سلکت کلک میکنی جسه در این قسمت جسه برتون میگه که element is کدام element هست جسه اینجا برش میگه که بالایی کلک میکنی اینجا تمام الیمنت هایی که دمی سافیر کار شده است برش انتخاب بگیری. فرض مثال اینجا سب چی است؟ کالم است. کالم با مجرد که کلک کنی اینجا سب یه رکمه که زوم این میکنم اینجا سب اگر پلاس کلک کنی اینجا تمام کالم هایی که دمی فایل هست اینجا سب تمام سلکت میشه. اگر ماینس کلک کنی اینجا سب پاس هست سلکشن میباید و اگر پلاس کلک کنی مثلا دوتا شمی خواهی که از سلکشن بیرون کنی شفت که شما کم بگیرین یا بالاش کلک میکنی و اینجا سه بس سلکشن بیرون میشه. این حالا میخوای که عباد ایجا تغییر بدین یا بالاش رایت کلک میکنی اینجا باش میگی که کالم سلکشن سیتنگز کالم سلکشن سیتنگز که آمد اینجا سه ای که باز دیگه مشخصاته که ما کالم ها رو تغییر میتیم میره بعدا میخوانیم. حالا صرف وظیفه کماند فاینل سلکت میبینیم اینجا عبادش مثلا اینجا سه چند است؟ 30 در 30 است. میره ما 35 در 35 انتخاب میکنیم. 35 در 35 انتخاب کردی برش میگی که اوکی و مجرد که اوکی گفتی جسه تمام کلام ها عبادش این جسه تغییر میکنی جسه که نیسه که 30 در 30 بود خورد سی کسی جسه 35 در 35 عباد تغییر کرد. به این شکل جسه تمام عناصر که استفاده میشه شما میتونی که اندازش تغییر بکنی. دیگه کمانده که دارم جسه به نام پیک اپ پارامتر است. پیک اپ پارامتر چی وظیفه داره جسه؟ فرض کنید جسد که در این قسمت من یک دروازه دارم جسد خودت میخواید جسد که عین دروازه را با عین مشخصات از نیمی قسمت انتقال بدید یک قسمت دیگه که در این جام باشه در اون جام باشه. شما چی میکنید؟ بالای پیک اپ پارامتر کلیک میکنید جسد همین پیک اپ پارامتر بالای زمین خود آبجکت شما میخواید کپیش انتقال بدید جای دیگه با مجرد که شکل آبجکت آبی شد اینجا سب بالاش یک کلک کنید. وقتی که کلک کردید اینجا سب شما داخل کماند اونمو آبجکت میشین با عین مشخصات که اونجا انزرت شدن. حالا شما میتونید که کارسر ادمو قسمت که شما میخواین که انزرت شد اینجا سب قسمت میارین کلک میکنین و برش یک کلک میگنید با عین مشخصات که اینجا دروازه کسی اینجا سب عین مشخصات اینجا سب اینجا هم انزرت شد. حالا اینجا سب به این شکل اگر مثلا دروازه باشه کلکین باشه سلب باشه هر چی که باشه به این مشخصات شما میتونید که انتقال بده.
کمان دیگه که داره میرسه به نام انجیک پارامتر است. انجیک پارامتر چی هست؟ جیسه فرض کنید جیسه که در یک پروژه دو نوع دروازه داره جیسه، یک دروازه یک طرف هایی جیسه، دیگر دروازه است که یک طرف هست اما دو طرف جیسه کلکین هم دارن. اگر شما بخواین که مشخصات یک دروازه را در دروازه دیگه انتقال بدین، مشخصات یک دروازه را در دروازه دیگه انتقال بدین، شما چی میکنین که پیک پارامتر منیجر سب این مشخصات را زیر پیک میکنین، بعد این پلین ده انجیک پارامتر، انجیک پارامتر جیسه بالا زمین ویندو دیگه جیسه یا دور دیگه جیسه کلیک میکنین، که کلیک کردین جیسه جاسان برات همو تغییرات یا اون مشخصات کو دروازه دارد با این مشخصات برات در دروازه دیگه هم انتقال بده. یعنی دهی سافیال سهولت ها بسیار زیاد است. به هر اندازه که شما کار کنید همونقدر پروفشنال شده میرین. اگر میخواید که از گزینه اخراج شوید اسکیپ ها میرین. دیگه کسی اینجا سی بیجه ما داریم به نام گایدلاین داریم جسد. به نام گایدلاینز. ای چی هست اینجا سی؟ فرض کنید سی ای اگر آف باشه. اگر من اینجا یک دیوال میگیرم. یک شکل مستقیم میگیریم جیسه وقتی که من در روی سکرین کلک میکنیم جیسه مشخص در پشتر از این جیسه من کدام گایدلاین یا خط رهنمایی ما ندارم، یعنی رهنمود خط ما ندارم. اگر ما میخواییم که رهنمود خط به خاطر ترسیم خوب خود امی آبجکت یا دیواری که هر چی کس یا منصور ساختمانی اگر به شکل مشخص اگر ما داشته باشیم جیسه شما میتونین که بالای گایدلاین کلیک کنین جیسه بالای گایدلاین که کلیک کنین جیسه آل در پشتر خود دیوال سیز یک رنگ زرد شکل این جیسه برتون معلوم میشه. این یک گایدلاین است جیسه که به شما رهنمود خط میشه که به کدام استقامت شما میتونید را ادامه بدین. با این شکل جیسه هم در محور ایکس برتون نشان میتین جیسه هم در زاویه 45 درجه برتون نشان میده و هم به شکل محور وای برتون نشان میده. بالای این وکتور اگر من کلک کنم جیسه اینجا با شما چی میگه فرض مثال این دیوال ما ترسیم کنم جیسه بالای این من کلک کنم اینجا اگر من بگم برش که create guideline segment یا که شارکت شده جیسه alt l است alt l شارکت شده یا مثلا بالای این می برش میگه که create guideline segment بالای این اگر من کلک کنم جیسه یا رهنمود خط خاکر ما میتونم که ترسیم کنم که در اصل object وجود نداشته باشه جیسه به این شکل object وجود نداره لیکن اینجا سب چی هست؟ خط است که شما میتونید که مثلا به استقامت از اینجا سب یک آبجکت دیگر ترسیم کنید در حالی که در پرسر از اونجا سب گایدلاین بود یا فرض مثال مثلا اینجا سب گایدلاین شما ترسیم میکنید گایدلاین های مختلف اینجا سب حالا مثلا بالایزی میگه برش میگه که ریموف آل گایدلاینز بالایزی کلک کنید اینجا سب گایدلاین ها رو برتان پاک میکنید. دیگه که ما دارم اینجا سب اینجا ما مین دایرکشن گایدلاین داریم، ریلیتیو دایرکشن گایدلاین داریم و انکریمنتال انگل داریم. اگر یو اینجا سب آف باشه ای ار سی ازی اگر ای آن آن باشه وقتی که ما بالای وال می میرس اگر آبجکت یانسر ساختمانی را اینجا سب اگر ما بخوایم اینزرت کنم در پرسر گایدلاین بر من نشان نمیده در حالی که اینجا سب ای آن هم است. اگر آن باشه یا آف باشه عین را حالت داره. اگر ما بخوایم اینجا سب کی بر ما خطوط گایدلاین در محور X و محور Y نشان بده ما چی استفاده میکنم؟ Main Direction Guideline این حال سکر جسد در محور X هم برام نشان بده در محور Y هم برام نشان بده. اگر ما بخواییم که در incremental که هست اینجا سب بین زاویه قایم می جسد برتان دیگه زاویه را برتان نشان بده که آل بای دیفالت از طرف صافیه جسد چقدر است؟ 45 درجه بود جسد که در تحت زاویه 45 درجه هم میجاسه برتان گایدلاین نشان میده. و دیگه که داره میجاسه اینجا ما داریم به نام دیلیتیف دایرکشن گایدلاین. دیلیتیف دایرکشن گایدلاین جاسه حالت عمودیت یک عنصر کتی عنصر دیگه برتان نشان میده که تحت کدام حالت باشه که زاویه شکل 90 درجه رو به خود میگیریم جاسه مثلا مگه بین استقامت کسی جاسه فرض مثال جاسه اینجا شما یک گایدلاین میگیریم که با کدام استقامت که شما میرین جسد با مستقامت با شما نشان میده که تحت کدام زاویه شما بگیرین اینو میبینید جسد شکل قایم آمد جسد او قایم جسد از اصل علوم کماند ریلیتیو بود که حالت عمودیت نظر به یک جسم مایل نظر به جسم مایل دیگه برتان مشخص میکنه.
و اگر یار اینجا سه بگر سی شان بونی مون بازم د محور ایکس شان می تام د محور وای و هم تحت بین زاویه قایم و هم حالت عمودیت دو ابجکت هم برتون یاز گایدلاین هم برتون نشان میتن د پولی از اینجا سه فرض مثال اینجا سه اینجا برتون گفتیم اینجا سه که تحت زاویه 45 درجه را نشان خودتون ضرورت میشه که تحت زاویه 45 برتون گایدلاین نشان نده تحت زاویه 30 درجه نشان میده یا 25 درجه نشان میده چطوری تغییر داده میتونه The option manager say work environment man. The work environment command in just a guidelines man. The guidelines command just a minute of increments of guidelines. Zover in just a check us, chill a pine. It'll be in the upper amount of the pine. There's a okay make.